در این برنامه با استناد به آخرین برنامه بیانیه صادر شده از طرف اداره مهاجرت وابسته به وزارت کشور ترکیه تحت عنوان راهنمای جامعه زندگی و اقامت در کشور ترکیه، قوانین بروز شده در ارتباط با اخذ مجوز کار برای مهاجرین در ترکیه را به اطلاع شما میرسانیم. در کشور ترکیه طبق قانون اساسی و قوانین مربوطه حق کار تضمین گردیده و این حق برای همه شهروندان و نیز مهاجرین شناخته شده است. بنابراین شما نیز حق کار در ترکیه را دارید. با این حال شما ابتدا باید اجازه کار در ترکیه را کسب نمایید. یکی از مهمترین راه‌های سازگاری با شرایط و آداپته شدن با زندگی در کشور ترکیه استخدام شدن با کسب مجوز کار از طرف کارفرما و یا تأسیس کسب و کار متعلق به خودتان می باشد. طبق قوانین کشور ترکیه استخدام و یا اشتغال کودکان زیر 15 سال ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد. اشتغال کودکان 15 تا 18 سال نیز محدودیت‌های خاصی دارد. در صورت تخطی از این قانون شما ممکن است مشمول مجازات‌های سنگین قرار بگیرید. یک تبعه خارجی که در ترکیه ساکن است باید قبل از شروع کار اقدام به دریافت مجوز کار نماید. این در حالی است که در صورت قبولی پرونده و دریافت حق پناهندگی چه تحت عنوان حمایت بین المللی و چه تحت عنوان حمایت موقت، شما می توانید از تاریخ دریافت قبولی به طور مستقل و یا استخدامی شروع به کار نمایید. اجازه کار توسط وزارت کار و امور اجتماعی صادر می گردد و اقدام جهت اخذ مجوز کار به دو روش ممکن می باشد. اقدام از داخل کشور ترکیه و اقدام از خارج. در هر دو صورت بدون در نظر گرفتن اینکه شروع روند اداری از ترکیه و یا خارج از ترکیه می باشد، اقدام جهت اخذ مجوز کار نه از طرف شما بلکه از طرف شرکت، مؤسسه و یا کارفرمایی که قصد استخدام شما را دارد صورت می پذیرد. در صورت که صرفاً جهت کار کردن و به منظور اشتغال قصد آمدن به جمهوری ترکیه را دارید، شما باید در کشور محل اقامتتان با مراجعه به کنسولگری کشور ترکیه اقدام به شروع روند اداری نمایید. شما می توانید با در دست داشتن قرارداد کاری که با کارفرمای خود در ترکیه امضا کرده اید به کنسولگری مراجعه نمایید. پس از دریافت تقاضای کار، کنسولگری ترکیه جهت تکمیل روند اداری یک شماره مرجع و یا همان کد رهگیری به کارفرمای شما ارسال میکند. کارفرمای شما با استفاده از این کد از طریق سیستم آنلاین اقدام به تقاضای مجوز کار برای شما مینماید. روند اداری مزبور تا دریافت نتیجه نهایی به صورت آنلاین و از طریق سیستم قابل پیگیری بوده و شما میتوانید از طریق کارفرمای خود از این روند اطلاع حاصل کنید. در صورت که مقیم کشور ترکیه هستید و اجازه اقامت معتبر به مدت حداقل 6 ماه را دارید، شما می توانید اقدام به اخذ مجوز کار نمایید. همچنین در صورت که متقاضی حمایت بین المللی هستید، 6 ماه پس از تشکیل پرونده و اگر پناهنده مشروط یا دارنده حمایت موقت می باشید نیز 6 ماه پس از دریافت کیملیک می توانید اقدام به اخذ مجوز کار نمایید. اقدام و پیگیری روند اداری مزبور تا دریافت نتیجه نهایی از طریق سیستم به صورت آنلاین در اختیار کارفرما بوده و شما می توانید از طریق کارفرمای خود از این روند اطلاع حاصل کنید. اگر شما تحت حمایت بین المللی و یا حمایت موقت قرار دارید و صرفاً در حوزه کشاورزی فصلی و دامپروری قصد فعالیت و اشتغال دارید، می توانید با مراجعه مستقیم به اداره کار و امور اجتماعی استان و یا شهر محل سکونتتان جهت ارائه تقاضای خود شخصاً و بدون حضور کارفرما اقدام نمایید. اطلاعات مهم در مورد درخواست و اخذ مجوز کار. برای درخواست مجوز کار قبل از هر چیز بایستی قرارداد کاری بین شما و کارفرمای شما منعقد شده باشد. مخارج مربوط به روند تقاضای مجوز کار بر عهده کارفرماست و کارفرما نمیتواند شما را مجبور به پرداخت این هزینه ها نماید. اگر شما متقاضی و یا تحت حمایت بین المللی بوده و یا دارای پناهندگی مشروط می باشید و در ترکیه به سر می برید، فقط در محدوده شهرستان محل اقامت خود می توانید کار کنید.
در صورتی که در شهری بجز محل اقامتتان قصد کار کردن داشته باشید، با مراجعه به اداره مهاجرت شهر محل سکونتتان بایستی مجوز لازم را اخذ نمایید. اگر شما تحت حمایت موقت به سر میبرید و در شهری بجز شهر محل اقامتتان قصد کار کردن داشته باشید، با مراجعه به اداره مهاجرت شهر محل سکونتتان بایستی مجوز لازم را اخذ نمایید. اگر شما تحت حمایت موقت بوده و دارای مجوز کار هستید، در صورت انقضای تاریخ وضعیت حمایت موقت، مجوز کار شما نیز به طور اتوماتیک در همان تاریخ منقضی خواهد شد. به هنگام انقضای تاریخ مجوز قبلی و در صورت اقدام جهت تمدید مجوز کار جدید، شما می توانید در همان سمت و محل کار تا 45 روز بعد از انقضای تاریخ مجوز قبلی به کار خود به صورت قانونی ادامه دهید. کارفرمایانی که اقدام به استخدام خارجیان بدون کسب مجوز کار نمایند، به ازای هر فرد خارجی مشمول پرداخت جریمه نقدی خواهند شد. طبق قوانین جمهوری ترکیه، هم کارفرما و هم کارگر دارای حقوق و مسئولیت‌هایی از پیش تعیین شده می باشد. فرد خارجی که با دریافت مجوز کار استخدام شده باشد، از منظر قانون کار دارای حقوق و مسئولیت‌های کاملا مساوی با شهروندان ترک می باشد. از اینکه با ما همراه بودید و مطالب به روز رسانی شده را دنبال نمودید، متشکرم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.